آخرم خب یه که... گزارشی از دانشگاه صنعتی بابل برای ما فرستادن، دانشگاه نوشیروانی. خب من خودتون هم میدونید در اون دانشگاه تحصیل کردم، اما یک مسابقه فوتبالی مثل این که برگزار شده، یه اختلافی پیش اومده و انتظامات دانشگاه وارد اونجا شده و درست. به زد و خورد با دانشجوها پرداخته و بسیاری از دانشجوها هم زخمی شدن. من شماره انتظامات این دانشگاه رو دارم که ما بتونیم تماس بگیریم. چی شده؟ حراست اومده به طرفداری از دوستاش دانشجو رو کتک زده؟ اینجوری که این گزارش رو برای ما فرستادن. بله، به هر حال تعدادی از تیم فوتبال مقابل تیم دانشگاه کسانی بودن که آشنایان به هر حال رئیس انتظامات دانشگاه بودن. اینجوری که میگه حالا ما میتونیم الان صحتش رو از طریق تلفن دریافت بکنیم. اگه اتاق فرمان شماره انتظامات دانشگاه رو بگیره، اونی که 46 داره آخرش. بله. آقای اردشیر سلام. سلام علیکم. خوب هستید؟ من زراعتی هستم، خبرنگار، مزاحمتون میشم. ما خبری رو از طرف دانشجویان دانشگاه نوشیروانی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یک مسابقه فوتبالی برگزار شد بین تیم دانشگاه و یک تیم رقیب و یک زد و خوردی پیش اومد و انتظامات دانشگاه یک سری برخوردهای خشونت‌آمیز کرد. خواستم بگم شما این خبر رو تایید میکنید و اگه تایید میکنید چرا همچین برخوردی صورت گرفته؟ کی؟ ببینید این خبر رو دیروز دانشجویان دانشگاه نوشیروانی برای ما فرستادن در خوابگاه شهید امینیان، فکر کنم همچین اتفاقی افتاد. نه این همه دروغه. ببینید آقای اردشیر، من خودم در دانشگاه نوشیروانی تحصیل کردم سال 84 و شما رو شخصا میشناسم. خواستم بگم که به هر حال عکسایی هم که برای ما فرستادن تایید کننده این هست که این اتفاق افتاده در خوابگاه شهید امینیان. نه همه دروغه، این دروغ محض. بعدن شما تایید کنین که ببینید اتفاق افتاده یا نه. خب میگم آقای امینیان، نه دوستاتون کتک نزدین تیم حریفو؟ نه دیوانه این باقی ما کتک بودنیم. من خدا نه آقای اردشیر، من اصلا نمیخوام شما رو متهم بکنم برای اینکه همچی کاری کردید. ما فقط خواستیم بگیم که این گزارش رو دانشجویان دانشگاه نوشیروانی برای من فرستادن. خب با عکس و یعنی عکس ما داریم. من متاسفانه عکس ها به خاطر اینکه یه مقدار خشونت آمیز هست، خون درش هست و اینا، من نمیتونم اینجا تو برنامه نشون بدم. فقط خواستم بگم که همچی اتفاقی در خوابگاه شهید امینیان افتاده. یعنی شما میگین تو مسابقه فوتبال هیچ دعوایی نشده؟ نه خیلی خوب. باشه پس من خیلی ممنون آقای اردشیر از توضیحتون. الان صحبت‌های آقای اردشیر رئیس انتظامات رو شنیدن و اگه گزارش بیشتری در این زمینه دارن و صحبت‌های آقای اردشیر براشون قانع کننده نبوده، میتونن برای ما بفرستن که ما هفته آینده دوباره پیگیری بکنیم. اصلا از اون صحنه که حالا همون میگم اگه فیلم به گزارشگر بفرستن یا به گزارش حتما تو 1.com فیلمشون رو بفرستن عالیه.